سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: پافشاری جمعیت اسلامی بر برکناری حنیف و اطمر سران سکتورهای امنیتی. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی میگوید که مشاور شورای امنیت و سران نهادهای امنیتی باید بیدرنگ برکنار شوند. عملی شدن سه خواست مشخص را با قاطعیت می‌خواهد. یک، برکناری مشاور امنیت ملی. تأکید بر نیاز مبارزه گسترده منطقه‌ای در برابر هراس افغانی. به دنبال قطع روابط سیاسی چهار کشور عربی با قطر، حکومت افغانستان می‌گوید که در پیکار با هراس افغانی باید همکاری‌های مشترک شکل گیرد. پایان کارهای مقدماتی برای آغاز کار عملی پروژه کاسا 1000. وزارت انرژی واب میگوید که تمامی کارها برای آغاز کار پروژه کاسا 1000 تکمیل شدند. را مشکل نبه میشنم که در ماه مگست عقد قرارداد چه پروژه ما جولای و در میزمستان کار عملی فیزیک کار شد. و پرتاب بزرگترین ماهواره ارتباطی هند به فضا. من فواد امان هستم. جمعیت اسلامی در واکنش به افزایش خشونت‌ها در کشور از حکومت می‌خواهد که مشاور امنیت ملی و تمامی مسئولان نهادهای امنیتی را بی‌درنگ برکنار بسازد. صلاح الدین ربانی حلقه‌هایی را در درون نظام به همکاری با طالبان متهم می‌سازد و می‌گوید که حملات انتحاری در تپه بادامباغ شهر کابل به هماهنگی با این حلقه‌ها امکان پذیر نبودند. آقای ربانی می‌گوید که این حمله برای قتل گروهی از اعضای جمعیت اسلامی طرح‌ریزی شده بود. رئیس جمعیت اسلامی می‌گوید که حکومت باید طراحان و عاملان رویدادهای پنج روز اخیر را شناسایی نماید و به کیفر برساند. کابل کې د وروستیو څو خونړیو پیښونو وروسته د جمعیت اسلامي ګوند لومړنۍ غونډه. جمعیت اسلامي په دې غونډه کې د حکومت پر وړاندې دریز اعلانوي. جمعیت اسلامي نخستین نشست جمعیت اسلامی پس از رویدادهای مرگبار چند روز گذشته در کابل است. این حزب پس از نشست‌ها و گفتگوهای درون گروهی موقفش را در برابر حکومت اعلام می کند. جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان شریک حکومت وحدت ملی عملی شدن سه خواست مشخص را با قاطعیت می خواهد. یک، برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول به جای آنها. دو، پیگیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملین و دستوردهندگان این حوادث. سه، تطبیق کامل موافقتنامه حکومت وحدت ملی. اما حکومت این خواسته ها را به دادگاه صحرایی تشبیه می کند. ما خود مثل طالبان نمی خواهیم که در مورد هر کس محکمه صحرایی کنیم و یا یک اقدام بدون بررسی انجام بدیم. هر رویدادی که صورت میگیره، چه رویداد چهارای زنبق بوده یا رویداد روز جمعه بوده یا رویدادهای دیگه بوده، بررسی شود که چی کس در کدام ساعت مقصر هست. آقای ربانی میگوید که عبدالله عبدالله باید از این خواست جمعیت اسلامی پشتیبانی کند و هشدار میدهد که اگر خواستهای این حزب سیاسی برآورده نشوند، جمعیت اسلامی در رایزنی با جریانهای سیاسی دیگر در این باره تصمیم خواهد گرفت. رهبری ادارات امنیتی حکومت وحدت ملی از کفایت و اراده لازم در جهت تأمین جان شهروندان کشور و مبارزه علیه شبکه های تروریستی برخوردار نیستند. حلقه ها و کسانی در این نهادها وجود دارند که ممکن است با تروریستان در تفاهم و تبانی قرار داشته باشند.
صلاح الدین ربانی حمله بر اعضای جمعیت را به روز شنبه بی هماهنگی حلقه های در حکومت ناممکن می داند و می گوید که در نزدیک به دو دهه گذشته بسیاری از رهبران جهادی کشته شدند و حمله انتحاری روز شنبه در تپه بادامباغ کابل نیز موج دوم قتل های زنجیره‌ای رهبران جمعیت اسلامی بود. صلاح الدین ربانی می گوید که تا کنون روشن نیست که آیا وی در نشست کابل شرکت خواهد کرد یا نه. اما ریاست جمهوری در خبرنامه درخواست صلاح الدین ربانی بر برکناری مشاور امنیت ملی محمد حنیف اطمر را رد کرده و در خبرنامه می گوید که آقای اطمر در کارهایش صادق است و از توانایی هایش در پیشبرد امور استفاده خواهد شد. شمار از چهره های سیاسی و جهادی نشست فوق‌العاده ای را برای بررسی اوضاع کنونی در کابل برگزار کردند. این نشست که در خانه عبدالرب رسول سیاف برگزار شد و در آن صبغت الله مجددی، حامد کرزی، کریم خلیلی و شمار دیگر از چهره های سیاسی و جهادی حضور داشتند، از حکومت خواستند تا اصلاحات لازم جدی و بنیادین را در نهادهای امنیتی و استخباراتی به میان آورد. در این نشست تاکید شد که برگزاری اعتراضات و حرکت های مدنی حق مردم افغانستان است و مردم باید در چارچوب قوانین عمل کنند. در بخش از این اعلامیه نشست آمده است که تخلف‌های روشن و فراقانونی نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان باید به گونه جدی بررسی شوند. قرار است کابل فردا از یک نشست صلح میزبانی کند. وزارت امور خارجه میگوید که محور این نشست مبارزه با هراس افغانی و آوردن صلح به کشور خواهد بود. حکومت افغانستان امیدوار است که این نشست زمینه را برای گفتگوهای مستقیم با طالبان فراهم بسازد. در این نشست نمایندگان 20 کشور و شمول ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، پاکستان و نمایندگان سازمان ملل متحد، ناتو و اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. نشست کابل نخستین تلاش است که کابل گفتگوهای صلح را به گونه مستقیم رهبری می کند. به نمایندگان کشورها و نهادهای دخیل در این روند به پایتخت فرا خوانده شدند. قرار است نمایندگان این کشورها به سطح معینان وزارت‌های خارجه و نیز نمایندگان ویژه این کشورها در این نشست درباره چگونگی آوردن صلح به افغانستان رایزنی کنند. هدف از کنفرانس کابل قرار دادن دولت افغانستان به عنوان نیروی محرک کلیدی برای دستیابی به صلح با پشتیبانی جدی همکاران منطقه‌ای و بین‌المللی ما می‌باشد. در کنار 20 کشور به شمول امریکا و روسیه، سازمان ملل متحد، به اتحادیه اروپا و ناتو نیز از شرکت کنندگان این نشست هستند. فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که این نشست از پشتیبانی گسترده سیاسی برخوردار است. I hope that Afghanistan can do two things that would be very important. One is آرزو دارم که افغانستان بتواند دو اصل بنیادی را در این نشست دنبال کند. نخست اینکه منطقه را قناعت بدهد که یک برنامه افغانی برای صلح وجود دارد و اعتماد کشورهای منطقه را درباره این برنامه به دست آورد. و دوم اینکه روشن سازد که این نشست روی کرده است که از سوی جریان‌های وسیع سیاسی نیز پشتیبانی شود. کابل این نشست را در حال میزبانی می کند که پایتخت از یک هفته بدین سو گواه خشونت های فراوانه بوده است. پروسه کابل هم برمی بنا نهاده شده تا ما بتوانیم یک اجماع قوی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را هم در باب صلح داشته باشیم. شورای عالی صلح امیدوار است که این نشست در صلح را برای شهروندان کشور باز کند. موضوع صلح و ثبات در افغانستان و امنیت اینها مورد توجه بیشتر واقع شده. پیش از این بیشتر نشست ها درباره صلح افغانستان را کشورهای خارجی میزبانی کردند. نشست هایی که نتوانستند راه صلح را برای مردم افغانستان هموار کنند. اکنون که امیدها برای رسیدن به صلح به نشست کابل بسته شدند، دیده شود که این نشست زمینه را برای گفتگوهای مستقیم با طالبان مساعد خواهد ساخت یا نه. حکومت افغانستان میگوید که سلسله این نشست ها در آینده ها نیز ادامه خواهد یافت.
با دنبال قطر روابط سیاسی چهار کشور عربی با قطر، حکومت افغانستان بر نیاز مبارزه گسترده منطقه‌ای در برابر هراس افغانی تاکید می‌ورزد. ریاست اجرایی هم می‌گوید که کابل تحولات اخیر را در جهان عرب با دقت دنبال می‌کند. عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی قطر را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و حوزه خلیج متهم می‌سازند و روابط سیاسیشان را با دوحه قطع کردند. صبح دوشنبه تلویزیون دولتی عربستان سعودی قطع روابط سیاسی ریاض را با دوحه اعلام کرد. یک منبع رسمی سعودی اعلام کرد که حکومت شاهی عربستان سعودی برای دفاع از امنیت ملیش از خطر هراس افغانی و افرادگرایی با استفاده از حق حاکمیتش که توسط قوانین جهانی تضمین شده است تصمیم گرفته است که روابط سیاسی و کنسولیش را با قطر قطع کند و نیز تصمیم گرفته است که تمامی تماس‌های زمینی و هوایی را با قطر قطع کند و حق استفاده از قلمرو، فضا و آب‌های عربستان سعودی را به قطر ندهد. در همین حال ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزد که این تحولات پیکار با هراس افغانی را در خاورمیانه متاثر نخواهد ساخت. ما بیگمان طرف های مربوط را تشویق خواهیم کرد تا با هم بنشینند و بین اختلاف ها رسیدگی کنند. هرگاه به کمک ما نیاز باشد، ما این نقش را اجرا خواهیم کرد. اما در کل این اختلاف ها بر نبرد متحدانه ایمان در برابر هراس افغانی در منطقه و در سطح جهان اثرهای چشمگیری نخواهد داشت. در این میان کابل می گوید که تنش های اخیر را در جهان عرب به دقت دنبال می کند. ما پیش از این هم گفتیم، بازم میگیم که ضرورت است که به سطح منطقه و جهان به برابر توریسم مبارزه شود. کشورهای جامعه اسلامی در این بخش بسیار کار کلیدی کرده میتوانند. و اما باورا بر این هستند که حکومت افغانستان نیز باید با توجه به نقش قطر در گفتگوهای سال و فعالیت دفتر سیاسی طالبان در دوحه در سالهای اخیر موضع خودش را در برابر این کشور روشن‌تر سازد. افغانستان باید بر قطر باندې خپل روابط تعریف او مشخص کړي چې آیا د افغانستان د حکومت سره پاتې کی او که له ترهګر او ترورستانو سره. چهار کشور عربی که روابطشان را با قطر قطع کردند به شهروندان قطری گفتند که تا دو هفته از این کشورها بیرون شوند. در روزهای پیش امیر قطر در یک گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران بر تقویت همکاری با تهران تاکید کرده بود. بیشتر برخی از رسانه‌ها سندهایی را هم پخش کرده بودند که نشان می‌دادند پارسال قطر از شبکه القاعده و هراس افغانان دیگر در افغانستان پشتیبانی کرده است. اعتراض کنندگان در چهارراه زنبق میگویند که چادرهای دیگری را نیز در بخشهایی از شهر کابل برپا خواهند کرد. این اعتراض کنندگان میگویند که هیچ جریان سیاسی تظاهراتشان را رهبری نمی کنند، بل این حرکت برای به دست آمدن خواستهای مردم ادامه خواهد داشت. اگر یک روز بچه عبدالله یا بچه اشرف غنی اما تو شاید از دل ما مردم ملت بیاید. چهارمین روز اعتراضات در کابل پای این زن را نیز به اینجا کشانیده است. مادر و خواهرش در رویداد حمله بر شفاخانه 400 بستر جان باختند و اکنون سه کودک خواهرش بی سرپرست ماندند. آلی تا به که دولت ما را فریب میده؟ چرا ما از دولت میخوایم کونم وارا دینمی چارایی مسعود باید از دار بزنه؟ اگر نمیزنه ما اینمو تو هر روز ما دینمی تحصیل تظاهرات حاضر میشم، هر روز اینمو تو چیق فریاد میکنیم. اعتراض کنندگان میگویند تا هنگامی که خواستهایشان از سوی حکومت پذیرفتن نشوند و اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. و هیچ کس توانایی برداشتن ایره نداره. ما از اینجا میگیم که نه غنی، نه عبدالله، نه اتمر، نه اشرفانی هیچ کس حق نداره و نمیتونه این خیمه را جوار داره. ما موضوعی باید کف بزنیم. اگر حکومت بر اساس قانون استوار است، ما هیچ بر اساس قانون استوار هستیم. یعنی در قانون اساسی آمده که اعتراض حق طبیعی شهروندان است، یک کار مدنی است. اگر چنین کار نیروی امنیتی یا پلیس یا گارنیزون کنه، این خودش قانون اساسی را زیر پا کرده. اعتراضات شماری از شهروندان کشور داخل چهارمین روز شده و هنوز هم خیمه ها برافراشته هستند. اینا تاکید دارند تا هنگامی که حکومت خواسته هایشان را برآورده نسازد، خیمه هایشان را بر نمی دارند. آنجایی که رستاخیز تغییر یک جریان دادخواهانه مردمی و شهروندی معطوف به سلامت نظام، ثبات سیاسی و تأمین امنیت عمومی می باشد، از نفس طرح مذاکره تاکید می کنیم. از نفس طرح مذاکره به عنوان یک راهکار حمایت میکنیم.
حمله انفجاری روز چهارشنبه در جاده وزیر اکبرخان که در حدود 100 تن در آن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند، شماری از شهروندان کشور را خشمگین ساخت و تظاهراتی را در پایتخت به راه انداختند. اما این تظاهرات هنگامی با خشم آمیخته شد که نیروهای امنیتی بر آنان شلیک کردند و 6 تن از تظاهرکنندگان را کشتند. مرکز جراحی امرجنسی برای قربانیان غیر نظامیان جنگ در افغانستان هشدار داده است که اگر امنیت شفاخانه این مرکز در شهر کابل تامین نشود، فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف خواهد کرد. این مرکز با فرستادن نامه‌های رسمی به سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان خواستار توقف فعالیت‌های معترضان در نزدیکی این شفاخانه در کابل شده است. در همین حال رئیس شفاخانه امرجنسی کابل به تولونیوز می‌گوید که بسته بودن راه‌های منتهی به این شفاخانه و ایجاد چادر در برابر این شفاخانه سبب شده است که آنها نتوانند به بیماران به موقع رسیدگی کنند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان اوضاع امنیتی کشور را بسیار بحرانی می‌دانند و تاکید می‌ورزند که جریان عادی زندگی شهروندان کشور برهم خورده است. این نمایندگان نهادهای کشفی و استخباراتی کشور را در مهار حملات هراس افغانانه در کشور ناتوان می‌گویند. در همین حال بیشتر نمایندگان دامن زدن به اختلاف‌های قومی را در این مجلس به زیان منافع ملی می‌دانند. رویدادهای هراس افغانانه اخیر در پایتخت نگرانی جدی مجلس نمایندگان را برانگیختند. شماری از اعضای مجلس نهادهای امنیتی و کشفی را در مهار این حمله ها ناتوان می گویند و بر آوردن اصلاحات بنیادین در این نهادها تاکید می ورزند. ما وزیرها را در اینجا دعوت میکنیم، استیضاح میکنیم، از اونا پرسان میکنیم که شما چی کردین؟ آلان که اونا علنی میگه که آقای رئیس جمهور در هیچ مورد هیچ نوع صلاحیت نمیتن، نه به وزیر خارجه، نه به وزیر داخله، نه به وزیر دفاع، نه به دیگرایش. د ملی امنیت د دغه د درچی هغه کی غفلت شوی دی په کار ده، د په حکومت باندې مې دا غږ دی چې په دې باندې تجدید نظر وکړي او اصلاحات راولي. اما انوز هم در مجلس دیدگاه های گوناگونی درباره چگونگی اعتراضاتی که از روز جمعه تا اکنون در پایتخت ادامه دارند ابراز می شوند. هیچ گونه اختلافاتی در داخل تالار به حیث یک نهاد قانونی و نمایندگان منتخب مردم افغانستان، کوچکترین اختلافات از آدرس ولسی جرگه وجود نداره. از همه شما وکیلا خواهش میکنم به خاطر خدا گپای کودکانه نزنین. دیروز یک وکیل بسیار عالم متبحر در حضور رئیس جمهور استاد شده، گفته ای بحث قومی است، اجازه بده که من چهار ولایت از پشت سرت میکشم. در اینجا وضعیت کشور فوق‌العاده بحرانی گفته می شود. قبول کرده و قبول داریم که اوضاع کنونی حاکم بر افغانستان در یک وضعیت فوق‌العاده بحرانی و شکننده قرار گرفته. آرزومندم که هرچی آجل هیئت تعیین شود به خاطر بیرون رفت از همین قضیه کانونی، به خاطر جلوگیری از بحران. پس از رویدادهای مرگبار اخیر، مجلس نمایندگان پس از 3 روز نشست فوق‌العاده امروز تصمیم گرفت تا یک نفر نماینده از هر ولایت به خاطر گفتگو با حکومت، جامعه جهانی و همچنان اعتراض کنندگانی که زیر خیمه هستند صحبت کنند. وزارت انرژی و آب از تمام کردن کارها برای آغاز کار پروژه کاسای 1000 در کشور خبر می‌دهد. معین این وزارت می‌گوید که با آغاز به کار این پروژه در پاکستان و تاجیکستان، کارهای عملی این پروژه در افغانستان از سوی شرکت‌های پیمانکار آغاز خواهند شد. وی می‌گوید که قرار است پس از ماه رمضان نشست مشترک وزیران کشورهای مشمول پروژه کاسای 1000 در یکی از کشورها برگزار شود. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که با توجه به اهمیت پروژه کاسای 1000، حکومت کارهای خودش را برای عملی ساختن این پروژه تمام کرده است. معین این وزارت میگوید که روند تدارکات این پروژه در داخل کشور تکمیل شده است و با آماده شدن اسناد فنی پروژه کاسای 1000 از سوی بانک جهانی، افغانستان نیز کارهای عملی این پروژه را آغاز خواهند کرد. در ماه جولای یا آگوست که اگر برنامه شود و قراردادهایی که ما میخواهیم که اونا کام پروژه قراردادش کام هر 4 کشور و بانک هایی که سرمایه گذاری کردن این پروژه کام مشکل نبیه، میشنم که در ماه مگست عقد قرارداد شد پروژه ماه جولای و در میزمستان کار عملی فیزیکی کار شروع کنیم.
در چارچوب پروژه کاسا 1000 و با کشیده شدن لاین های برق وارداتی از قرغیزستان و تاجیکستان از راه افغانستان به پاکستان و هند بیش از 1000 مگاوات برق به افغانستان، پاکستان و هند خواهد رسید. با عملی شدن این پروژه در کنار حق ترانزیت در حدود 45 میلیون دلار در سال برای افغانستان، قرار است که شمار از پروژه های توسعه‌ای در برخی از بخش های کشور که این لاین ها از آن بخش ها میگذرد نیز عملی شوند. افغانستان در پروژه کاسا 1000 پیشتر از سه کشور دیگه هست و ما فعلا منتظر اقدامات او کشورهای دیگه هستیم و کار در واقع تدارکاتی پروژه کاسا 1000 در خاک افغانستان و در او بخشی که مربوط افغانستان میشه بسیار پیشتر از بخشهای دیگه هست. این در حالی است که تاجیکستان برای تمویل برق صادراتی در چارچوب پروژه کاسا 1000 کار ساخت بند راگون را در این کشور آغاز کرده است و گفته می شود که تا کنون بخش بزرگ از کارهای ساخت این بند به انجام رسیده است. مشکلات امنیتی و بی‌نظمی ها در شهر سبب شده تا درآمدهای کارگران کم درآمد در این شهر کاهش پیدا کنند. شمار از افراد کم درآمد در پایتخت میگویند که همزمان با وقوع رویدادهای اخیر درآمدهایشان به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافتند و در حال حاضر قادر نیستند که برای خانواده‌هایشان نان تهیه کنند. از سوی هم مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع ادامه مشکلات کنونی را در پایتخت برای سرمایه‌گذاران در کشور زیانبار می‌دانند. هند بزرگترین ماهواره ارتباطی را به فضا موفقانه پرتاب کرد. سازمان تحقیقات فضایی هند میگوید که در آینده می توان از این ماهواره برای فرستادن فضانوردان به فضا و ارتباطات کار گرفت. این در حالی است که پیش از این تنها ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین به چنین موفقیت بزرگ دست یافته بودند. مسلمانان بریتانیا از همه شهروندان این کشور میخواهند که در پیکار با هراس افغانی دست به کار شوند. آنان میگویند که هراس افغانان با انجام همچون اعمال بر دین اسلام صدمه میزنند که برای آنان پذیرفتنی نیست و مخالف هر گونه فعالیت های هراس افغانانه هستند. در همین حال شهردار لندن میگوید که هراس افغانان هیچ پیوند با مسلمانان ندارند. در تیراندازی یک مرد مسلح بر یک مرکز تجارتی در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا ایالات متحده آمریکا شمار کشته و زخمی شدند. پلیس اورلاندو میگوید که اوضاع اکنون در اداره آنان قرار دارد و در این رویداد 5 تن به شمول فرد مهاجم کشته شدند. مقام های پلیس میگویند که بررسی ها را در این باره آغاز کردند و هنوز روشن نیست که این اقدام هراس افغانانه بوده است و یا خیر. برای شنیدن خبرهای بیشتر در تلفن‌های همراهتان به 456 تماس گرفته و بعد به 111 تماس بگیرین. ادامه خبرها در طلوع نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان. از طلوع حکومت آلمان ناگزیر از سربازانش را از یک پایگاه هوایی ترکیه بیرون سازد. وزیر خارجه آلمان میگوید از بحر آن که حکومت ترکیه اجازه نمیدهد مقامهای حکومت آلمان از نیروهای آلمانی در پایگاه هوایی انجرلیک دیدن کند، آلمان سربازانش را از این کشور بیرون خواهد کرد. افزایش تنش‌ها میان ترکیه و آلمان دو کشور عضو پیمان ناتو و نیز ائتلاف ضد داعش به دنبال آن که حکومت ترکیه اجازه نداد تا اعضای پارلمان آلمان از سربازان این کشور از پایگاه هوایی انجرلیک دیدن کنند. وزیر خارجه این کشور هشدار می‌دهد که پارلمان این کشور به زودی تصمیم خواهد گرفت تا نظامیان آلمانی را از خاک ترکیه بیرون سازد. روابط آلمان و ترکیه اکنون با یک مشکل روبرو است، اما این موضوع بسیار مهم است که اما باید بدانند زمان روابط ما به اندازه عالی بود. اما حکومت ترکیه از آلمان می خواهد که اجازه ندهد که مخالفان حکومت ترکیه در آلمان به گونه آزادانه فعالیت هایشان را انجام بدهند. آلمان نباید پناهگاه امن برای اعضای یک گروه هراس افغانی همچو فتح الله گولن مبدل شود.
کسانی که پس از کودتا از ترکیه به آلمان فرار کردند باید به حکومت ترکیه تعویل داده شوند. روابط میان آلمان و ترکیه پس از آن به تیرگی کشیده است که حکومت آلمان به خواستهای انقره از بر اخراج کسانی که در کودتا این کشور دست داشتند پاسخ منفی داد و در هنگام پیکار برای تغییر قانون اساسی ترکیه به مقامات حکومت ترکیه آلمان اجازه نداد در خاک آلمان و پیکارهایشان ادامه بدهند که این کار خشم انقره را برانگیخته است. جمعیت اسلامی در واکنش به افزایش خشونت‌ها در کشور از حکومت می‌خواهد که مشاور امنیت ملی و تمامی مسئولان نهادهای امنیتی را بی‌درنگ برکنار بسازد. صلاح الدین ربانی حلقه‌هایی را در درون نظام به همکاری با طالبان متهم می‌سازد و می‌گوید که حملات انتحاری در تپه بادامباغ شهر کابل به هماهنگی با این حلقه‌ها امکان پذیر نبودند. نخستین نشست جمعیت اسلامی پس از رویدادهای مرگبار چند روز گذشته در کابل است. این حزب پس از نشست‌ها و گفتگوهای درون گروهی موقفش را در برابر حکومت اعلام می‌کند و از حکومت می‌خواهد که مشاور امنیت ملی و تمامی مسئولان نهادهای امنیتی را بی‌درنگ برکنار بسازد. جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان شریک حکومت وحدت ملی عملی شدن سه خواست مشخص را با قاطعیت می خواهد. یک، برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول به جای آنها. دو، پیگیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملین و دستور دهندگان این حوادث. سه، تطبیق کامل موافقتنامه حکومت وحدت ملی. اما حکومت این خواسته ها را به دادگاه صحرایی تشبیه می کند. ما خود مثل طالبان نمی خواهیم که در مورد هر کس محکمه صحرایی کنیم و یا یک اقدام بدون بررسی انجام بدیم. هر رویدادی که صورت می گیرد، چه رویداد چهارای زنبق بوده یا رویداد روز جمعه بوده یا رویدادهای دیگه بوده، بررسی شود که چی کس در کدام سطح مقصر هست. در افغانستان اسلامی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار لکه نوم څخه چې څرګندېږي په امنیتي چارو کې د جلالت ماب رئیس جمهور او د ملي امنیت شورا سلاکار دی. د ملي امنیت سلاکار قطعا قانوني اجرایی صلاحیت او یا مسؤلیت او یا هم اجرایی دستګاه نه لري. د اجرایی چارو مسؤلیت زموږ امنیتي ارګانونه لري. موږ په خپل بعضم امنیتي ځواکونو باندې ویاړو، خو د جمعیت اسلامي غوښتنه یوه سیاسي غوښتنه ده چې اصلا نور دلایل لري. د لاریون پر مهال د رامنځته شوې پیښې په رابطه تاسو خبر یاست چې جلالت ماب رئیس جمهور د تحقیقاتو امر کړی. کله چې د تحقیقاتو نتیجه راوځي په رابطه به بعدي تصمیمونه ونیول شي. آقای ربانی میگوید که عبدالله عبدالله باید از این خواست جمعیت اسلامی پشتیبانی کند و ای هشدار می‌دهد که اگر خواستهای این حزب سیاسی برآورده نشوند، جمعیت اسلامی در رایزنی با جریان‌های سیاسی دیگر در این باره تصمیم خواهد گرفت. صلاح الدین ربانی رهبری نهادهای امنیتی را در تامین امنیت کشور ناتوان می‌داند. رهبری ادارات امنیتی حکومت وحدت ملی از کفایت و اراده لازم در جهت تامین جان شهروندان کشور و مبارزه علیه شبکه‌های تروریستی برخوردار نیستند. حلقه‌ها و کسانی در این نهادها وجود دارند که ممکن است با تروریستان در تفاهم و تبانی قرار داشته باشند. صلاح الدین ربانی حمله بر اعضای جمعیت را به روز شنبه به هماهنگی حلقه های در حکومت ناممکن می داند و می گوید که در نزدیک به دو دهه گذشته بسیاری از رهبران جهادی کشته شدند. به حمله انتحاری روز شنبه در تپه بادامباغ کابل نیز موجود دوم قتل های زنجیره‌ای رهبران جمعیت اسلامی بود. در موج دوم ترورهای زنجیره‌ای و حملات تروریستی مشکوک، برنامه از ترورهای فردی شخصیت‌های جمعیت اسلامی افغانستان به ترور دستجمعی آنها ارتقا یافته است. صلاح الدین ربانی میگوید که تاکنون روشن نیست که آیا وی در نشست کابل شرکت خواهد کرد یا نه.
ناتو یک بار دیگر بر جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن هراس افغانان تاکید می‌ورزد. دبیر کل ناتو با اشاره به حملات هراس افغانان اخیر در کابل و لندن میگوید که هدف از مأموریت کنونی ناتو در افغانستان مبارزه با هراس افغانی و جلوگیری از مبدل شدن دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن هراس افغانان است. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزد که واشنگتن به تلاش‌هایش برای باثبات ساختن افغانستان ادامه خواهد داد. دبیر کل ناتو با اشاره به حمله هراس افغانی اخیر در لندن میگوید که ناتو میخواهد تا در جنگ با هراس افغانی نقش مهمی را بازی کند. ینس استولتنبرگ میافزاید که هدف از ادامه حضور ناتو در افغانستان نیز جلوگیری از مبدل شدن دوباره این کشور به پناهگاه امن هراس افغانان و جلوگیری از حمله های هراس افغانانه در بخش های دیگر جهان است. ناتو یک نقش مهم را در جنگ با هراس افغانی بازی می کند. بزرگترین مأموریت نظامی ما تا اکنون حضور ما در افغانستان بوده. حضوری که هدف از آن مبارزه با هراس افغانی و جلوگیری از مبدل شدن دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن هراس افغانان است. رفتن ما به این کشور پاسخ به حمله های 11 سپتامبر آمریکا بود. هفته گذشته نیز همپیمانان ناتو توافق کردند که به ائتلاف جهانی ضد داعش بپیوندند. در همین حال جیمز ماتیز وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در دیدار با وزیر دفاع و وزیر خارجه استرالیا در واشنگتن بر ادامه تلاش های مشترکشان برای کمک به باثبات سازی افغانستان تاکید می ورزد. وزیر خارجه استرالیا نیز در این باره می گوید ما می خواهیم تا با شما درباره پیوندهای هراس افغانان با گروه های هراس افغان در خاورمیانه و نیز درباره نقشی که ما در عراق، سوریه و همچنان افغانستان داریم گفتگو کنیم. ما در اراده ایمان برای شکست گروه هراس افغان داعش و وابستگان آن متحد هستیم. با این حال واشنگتن می خواهد تا نزدیک به 3 هفته دیگر یعنی پیش از برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو راهبرد تازه اش را درباره افغانستان اعلام کند. راهبردی که به احتمال زیاد در برگیرنده افزوده شدن 3 تا 5 هزار نظامی آمریکایی بر حدود 14 هزار نظامی ناتو در افغانستان خواهد بود. شمار از پایتخت نشینان بسته بودن جاده های پیوند یافته به مرکز شهر را اسوی نیروهای امنیتی سخت انتقاد می کنند. آنان تاکید می ورزند که با بسته شدن این جاده ها بخش مهم از پایتخت مفلوج شده است، زیرا تمامی نهادهای نزدیک ریاست جمهوری از فعالیت های عادی باز ماندند. اما وزارت امور داخلی اطمینان می دهد که این جاده ها به زودی باز خواهند شد. شماری از جاده های مرکز شهر به علت آنچه نهادهای امنیتی تدابیر امنیتی می گویند از روز چهارشنبه گذشته به این سو برای رفت و آمد وسایل نقلیه بسته است. شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که این کار دشواری های بزرگی را برای آنان ایجاد کرده است و آنان از این وضع به ستو آمدند. که از انتاری پیش از آمدن گلبدین که رابندان شروع است تا این امیال را چوک بند است، سینمای پامیر بند است، رابندی است، یک ساعت من میجستاد هستم بس خاطر نامی رابندی کامنیات میگیره میچ امنیت معلوم نیست رام بنده دا امنیت دسی نسی کوله پریدی دی هر سدی دا پچهی مچهی دی نور پریدی اخوات. در این میان انتقادهای نیز وجود دارند که بسته شدن شماری از جاده ها کابل را به یک دژ نظامی مبدل کرده است، زیرا به گفته یکی از اعضای شورای ملی این کار بر بی‌نظمی ها در شهر افزوده است و کاروبار مردم نیز از آن آسیب دیده است. کابل تنها ارگ نیست، کابل تنها کاخ سپیدار نیست، کابل مردم کابل در نقاط مختلف کابل زندگی میکنه و ضرورت برای زندگی کردن داره نه برای زندانی شدن. اما مسئولان امنیتی بسته بودن شماری از جاده های پیوند یافته به مرکز شهر را موقت میگویند. تلاش نخست ما ای است که ما بتونیم امی راههایی را که یک اندازه مشکلات داره هر چه زودتر اینا را باز بکنیم و اگر امکان از این نباشه و هنوز هم این مشکلات پابرجا ببانه، ترافیک کابل وظیفه گرفته تا راه‌های فرعی دیگر برای اینکه برای مردم کابل سهولت ها ایجاد شود برای رفت آمد اینا را جستجو بکنند. جاده های پایتخت ارزگاه با مشکلات رابندان مواجه بوده است، اما در این روزهای اخیر به دلیل تدابیر امنیتی و همچنان اعتراضاتی که در مرکز پایتخت بوده است شماری از جاده های پایتخت بند بوده است که این عمل سبب خشم باشندگان پایتخت شده است.
خانواده یکی از قربانیان حمله انتحاری چهارشنبه هفته گذشته پس از 3 روز پیکر او را به دست آوردند. اعضای این خانواده میگویند که در کار شناسایی پیکر حفیظ‌الله یکی از نگهبانان سفارت آلمان در کابل هیچ نهادی به آنان کمک و همکاری نکرد و در نهایت ناچار شدند که یکی از برادران او را به کابل بخواهند و با نشانی هایی که از او گرفتند پاره های بجا مانده بدن را همچون پیکر عضو خانواده خودشان بپذیرند. 20 روز پیش که با خانوادهش به اینجا کوچید فکرهای زیادی در سر داشت، اما کار ساخت و ساز خانه ناتمام ماند و خودش با عالمی از بدهکاری در حمله انتحاری چهارشنبه پیش در برابر سفارت آلمان جان باخت. حفیظ الله که از چند سال بدین سو در دم در سفارت آلمان نگهبانی میکرد از آن قربانیان این رویداد بود که تنها پاره های از پیکرهایشان به دست آمدند و هویت‌هایشان شناسایی نمی‌شدند. شماری هم تا اکنون ناپدید هستند و خانواده‌هایشان به دنبال سرنخی از در کجا بودن آنان می‌گردند. روز اول که حادثه شد تا 11 بجه شب پالیدیم کدام چیز به دست نوردیم. دیگه به روز دومش باز رفتیم. به روز سیم دیگه که برادر آمد گفت که پیدا کردیم باز ما رفتیم. سرش هم نبود. این پایش از اینجا قطع بود. این دستش از اینجا قطع بود. این یک دسته که یک ذره جورتر بود. این یک پای جور بود. بس خلاص. برادر همسر حفیظ الله اکنون تنها ناناور این خانواده به شمار می رود. هم باید به نیازهای خود و مادرش رسیدگی کند و هم به خواهر و فرزندان او. تا چی وقت مردم از خانه خود برای پشت کار بره، مثلا به یک اولاد خود رزق و روزی بیاره و ناخبر جنازه از او را بیارن یا جسدش به خانهش. کوچکترین کودک حفیظ الله در آستانه آمدن به دنیا است. دختر خردسالش منتظر است که پدرش به خانه برگرده و مثل همیشه بر از او شیر بیاره. هرچند خبر داره که پدرش در این دنیا نیست، اما باور داره میگه پدرم زنده میشه و بر میگرده. این روایت یکی از صدها خانواده است که در چند روز اخیر در کابل یا اعضای خود را از دست دادن یا بستگانشان در این رویدادها زخم برداشتن. تمیم حمید، تولو نیوز، کابل. در پایان خبرهای ورزشی تقدیم می شود. خداوند نگهدارتان. ورزشکاران قوای هوایی کشور که در رقابت‌های بهاری اردوی ملی مقام‌های نخست را به دست آورده بودند امروز از سوی رهبری این نهاد ستایش شدند. این رقابت‌ها که با حضور نزدیک به 3000 ورزشکار از تمامی واحدهای نظامی اردوی ملی در اکادمی ملی نظامی برگزار شده بود، تیم‌های قوای هوایی توانستند در این رقابت‌ها جایگاه نخست را به دست بیاورند. په هوایی ځواکونو کې نن موږ شاهدان یو چې د موږ ځوانان وکړای شوی قهرمانی وکړي په سطح د اردو کې، یعنی اول یعنی لومړنی مقام وګټي، دا ډیر د افتخار ځای دی. دا ښایي چې په هوایي ځواک کې واقعا سپورت شته. تورنمنت بهاري در بین 24 قطعه که 24 رشته اشتراک کرده بود، من توانستم عایز مقام اول و لقب قوی‌ترین مرد از آن خود کنم. برگزاری همچه مسابقات برای هر فرد اردو بسیار زیاد مهم است، چرا که میگن که عقل سلیم در بدن سالم است. در پایان این محفل ورزشکاران برتر با گرفتن تحایف از سوی رهبری قوای هوایی ستایش شدند. تیم ملی فوتبال کشور آخرین تمرین آماده سازی خود را از بحر رویارویی با تیم ملی مالدیو در دبی سپری کرد. ملی پوشان فوتبال کشور سه شنبه شب در یک بازی دوستانه در برابر تیم ملی مالدیو پا به مستطیل سبز می گذارند. شیران و خراسان از یک هفته بدین سو تمرینات فشرده و آماده سازی را زیر نظر ایتو فیستر در دبی آغاز کردند. تمرینات ما خوب میگذره دیگه، انشالله که بچه آماده هستن. مزدوم چیزی کسی خود نداریم، یک اصلا همین بود که امروز در تمرین نماندیمش که یک ذره خسته بود. دمی سه روز آخر بازی کرده بود و سفر دیگه، از این خاطر کوشش کردیم که امروز آرام بانیمش، در تمرین اشتراک نکنه و دیگه انشالله که کلگی آماده است یک نتیجه خوب میگیریم. تمرینات بسیار خوب پیش میرن. اولین تو تمرین کم مشکلات داشتیم به خاطر هوا کمک گرم بود، مگر هوای کامبوجا خیلی گرم است، همون تو دبی وارد
خوب تانستیم دیگه آمادگی خود بگیریم برای مسابقه مالدیف و کامبودیا. در فهرست ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی دوستانه در برابر مالدیف و مقدماتی جام ملت‌های آسیا در برابر کامبودیا، نام‌های آیس عزیزی، حمیدالله وکیلی، کاوش ایدری، حسن امین، میلاد انتظار، حسین علیزاده، کنشکا طاهر، مجیب جمالی، بنیامین نجم، شریف محمد، فیصل شایسته، نورالله امیری، فردین حکیمی، امرودین شریفی، فرشاد نور، امید پوپلزی، عباسین علی خیل، زبیر امیری، خیبر امانی، مصطفی زازی، مصطفی آزادزوی، قیس شایسته، بلال آرزو و نورالله زدران به چشم میخورند. آمادگی لازم که برای مسابقه دوستانه و مسابقه رسمی لازم است، ما آمادگی داریم و قبل از اینکه در کمپ تمرین اشتراک کنیم ما تمرینات فردی از خود داشتیم و امید است بخیر بتونیم مسابقات که پیش رو داریم یک نتیجه خوب، نتیجه مثبت کسب کنیم. سفر که مالیف سره منگه بخنه نتیجه ها حسو کسی اردون دیر خواه اردود ترو سالا چمن سیده حالکان طول تیار دی سفر که منگه بیا خنه نتیجه واخلو. تیم ملی فوتبال کشور پس از بازی با مالدیف به روز پنجشنبه همین هفته رهسپار کمبودیا خواهد شد و در چهارچوب رقابت مقدماتی جام ملت‌های آسیا به استقبال تیم ملی کمبودیا می رود. Here we go, the first ball of this big match. Excellent start. در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ بازیکنان تیم هند آغاز کردند و توانستند در 48 آور بازی با از دست دادن سه بازیکن 319 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم هند روهیت شرما خوب درخشید و توانست 91 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم پاکستان شاداب خان خوب درخشید و توانست با از دست دادن کمترین دوش یک بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل بازیکنان تیم پاکستان بازی را در بخش بیتینگ خوب آغاز نکرد و بازیکنان این تیم وکت‌های خود را یکی پس دیگر از دست دادند و نتوانستند هدف داده شده تیم هند را برآورده سازد و بازی را با تفاوت 124 دوش به تیم هند واگذار کرد که در بخش بیتینگ برای تیم پاکستان اظهر علی خوب درخشید و توانست 50 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالینگ برای تیم هند یادوف خوب درخشید و توانست سی بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار یوراج سنگ از تیم هند با انجام دادن 53 دوش از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. تیم ملی والیبال آرژانتین در آخرین بازی خود در هفته نخست لیگ جهانی مغلوب فرانسه شد. در پایان هفته نخست لیگ جهانی والیبال 2017 میلادی و از گروه سیم، تیم‌های ملی فرانسه و آرژانتین در کازان به مساف هم رفتند که برنده این بازی تیم فرانسه و با نتیجه 3-0 بود. قهرمان لیگ جهانی سال 2015 میلادی سه میدان پی در پی این بازی را با نتایج 25-17، 27-25 و 25-22 را به سود خود پایان داد و استفن امتیاز آورترین بازیکن این میدان بود. فرانسه در هفته نخست لیگ جهانی با 3 پیروزی، 3 امتیاز و تنها 1 میدان باخته در صدر گروه خود قرار دارد و آرژانتین با 1 پیروزی و 2 شکست به کار خود پایان داد. در بازی دیگر تیم ملی والیبال برزیل در روز پایانی هفته نخست لیگ جهانی والیبال موفق به شکست ایتالیا شد. تیم‌های ملی ایتالیا و برزیل در روز پایانی هفته نخست لیگ جهانی والیبال سال 2017 میلادی و تکرار فرجامین دیدار رقابت‌های المپیک 2016 ریو به مساف هم رفتند که در نهایت برزیلی‌ها با نتیجه 3-1 به پیروزی رسیدند. بازیکنان برزیل در میدان‌های نخست، سوم و چهارم
با نتایج 25-15، 25-23 و 25-22 ایتالیا را شکست دادند و در میدان دوم 17-25 نتیجه را واگذار کردند. هفته نخست لیگ جهانی با 2 پیروزی و 1 شکست برای برزیل و 1 پیروزی و 2 شکست برای ایتالیا به پایان رسید. آندره دویسیوزو موتورسایکل سوار تیم دوکاتی فاتح رقابت‌های موتو جی پی ایتالیا شد. در گرند پری ایتالیا 6th مرحله رقابت‌های قهرمانی جهان در پیست موجلو برگزار شد و این آندره از تیم دوکاتی بود که با ثبت بهترین زمان موفق شد در کشور خودش به قهرمانی برسد. این 3th قهرمانی دوران حرفه‌ای آندره است. پس از او ماوریک وینالس از تیم یاماها در رده دوم قرار گرفت تا همچنان بخت نخست قهرمانی جهان در سال 2017 میلادی باشد. دنیلو پتروچی دیگر موتور سوار ایتالی از تیم پارماک بود که در رده 3 استاد تا برای نخستین بار در یک مسابقه موتو جی پی روی سکو رفته باشد. پس از وی والنتینو روسی از یاماها در رده 4 قرار گرفت، مارک مارکز رده 6 و خوزا لورنزو نیز رده 8 را مال خود ساختند. دنی پتروسا که در این فصل شرایط خوبی در جدول رده‌بندی کلی داشت، موفق نشد مسابقه امروز را به پایان برساند. مرحله بعدی این پیکارها در کاتالونیا اسپانیا برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال آرژانتین در آخرین بازی خود در هفته نخست لیگ جهانی مغلوب فرانسه شد. در پایان هفته نخست لیگ جهانی والیبال 2017 میلادی و از گروه 3 تیم‌های ملی فرانسه و آرژانتین در کازان به مسافه هم رفتند که برنده این بازی تیم فرانسه و با نتیجه 3-0 بود. قهرمان لیگ جهانی سال 2015 میلادی 3 میدان پی در پی این بازی را با نتایج 25-17، 27-25 و 25-22 را به سود خود پایان داد و استفن امتیاز آورترین بازیکن این میدان بود. فرانسه در هفته نخست لیگ جهانی با 3 پیروزی، 3 امتیاز و تنها 1 میدان باخته در صدر گروه خود قرار دارد و آرژانتین با 1 پیروزی و 2 شکست به کار خود پایان داد. در بازی دیگر تیم ملی والیبال برزیل در روز پایانی هفته نخست لیگ جهانی والیبال موفق به شکست ایتالیا شد. تیم‌های ملی ایتالیا و برزیل در روز پایانی هفته نخست لیگ جهانی والیبال سال 2017 میلادی و تکرار فرجامین دیدار رقابت‌های المپیک 2016 ریو با مسافه هم رفتند که در نهایت برزیلی‌ها با نتیجه 3-1 به پیروزی رسیدند. بازیکنان برزیل در میدان‌های نخست 3 و 4 با نتایج 25-15، 25-23 و 25-22 ایتالیا را شکست دادند و در میدان دوم 17-25 نتیجه را واگذار کردند. هفته نخست لیگ جهانی با 2 پیروزی و 1 شکست برای برزیل و 1 پیروزی و 2 شکست برای ایتالیا به پایان رسید.